همه ما گوشی‌های شیامی رو به امکانات بالا تو قیمت مناسب می‌شناسیم. واسه همینه که گوشی‌های پرچمدار شیامی معمولاً تو بازار ایران خیلی مورد استقبال قرار نمی‌گیرن به نسبت بقیه‌ی برندها سلام به مما دوست داشتنی من مهدی شجری هم امروز قراره بریم سراغ میازده شیامی یکی از گوشی‌های پرچمدار امسالش که واقعا خفن اگه قصد خرید گوشی پرچم دار دارین پیشنهاد بکنم که این ویدیو رو تا انتها ببینید قبل از هر چیزی یه دونه لایک بندازید پای ویدیو یه دونه قلب صورتی هم بنویسید توی کامنتا یه سوال هم ازتون میپرسم همین الان تو کامنتا جواب بدید اگر قرار باشه که گوشی پرچمدار بخرید یعنی مثبت 20 میلیون تومن هزینه بکنید میرید سمت گوشی شیامی یا اصلا بنویسید تو کامنت ها که میرید سمت کدوم برند اگر که بخواید زیاد هزینه بکنید با رقیب سامسونگی خودش یعنی S21 تو تمام قسمت ها قرار مقایسه بکنم پس بریم سراغ بخش طراحی جایی که این گوشی واقعا خوش دسته واقعا خوش دسته متریال فوق العاده با کیفیتی داره پشت گوشی یه دونه گوریلا گلس 6 میبینیم که سه تا لنز به صورت مربعی شکل با بیرون زدگی های پلکانی تو سه تا مرحله بیرون زده داره بالا سمت چپ دیده میشه نسبتاً بزرگ هست ولی خیلی آزاردهنده نیست این رنگی که اینجاست رنگ مشکی ماتیه که جای اثر انگشت روش میمونه ولی خیلی خودش رو نشون نمیده و خیلی ساده تمیز میشه دور تا دور گوشی آلومینیومه وزیر گوشی درگاه تایپ سی اسپیکر و میکروفون و خشاب سیم که دو تا سیم کارت رو به صورت همزمان میتونه پشتیبانی بکنه لبه سمت راست گوشی دکمه پاور و کم زیاد کردن صدا بالای گوشی یه اسپیکر و یه آیار بلستری همون مادون قرمز و یه میکروفون دیگه است لبه سمت چپ گوشی هم کویر خبری از چیز خاصی نیست روی پنل جلویی ما یه نمایشگر اج می‌بینیم یه نمایشگر با خمیدگی‌های خیلی کم که تقریبا 90 درصد پنل جلویی به خوش اختصاص داده دوربین سلفی توی پانچول خیلی ریز اون بالا سمت چپ اسپیکر مکالمه همون بالای بالای بالا دیده میشه پکیج طراحی به خاطر انحناهایی که داره به خاطر خمیدگی هایی که از پشت و جلو داره باعث میشه که خیلی ساده و خوش دست باشه وزن سود... و... سود و... وزن 196 گرمیش باعث میشه که حس داشتن یه گوشی پرچمدار رو از این گوشی بگیرید ولی اطلاعاتی از داشتن گواهی آی پی توی این گوشی وجود نداره یه سری ها میگن داره یه سری ها میگن نه نداره ولی میشه گفتش که تو بخش طراحی از رقیب جدی خودش این S21 توی یه سری از آملا مثل متریال به کار رفته بهتره این پشت شیشه از اون پشتش پلاستیکه مثل وزن و اصلا حسی که داره و پکیج تررایی من نمره بالا و عالی بهش میدم بخش بعدی بخش صفحه نمایشه جایی که یه نمایشگر امولد یک میلیارد رنگ 1440 120 هرتزی می‌بینیم که روشنایی پیکش 1500 نیته این عددا چی بود همه رو گفتم پکیجش میشه این که از نگاه کردن به این نمایشگر واقعا لذت خواهید بود رنگ ها به شدت دقیق و خوب یه مقدار اقراق رنگی هستش که توی پروفایلهایی که توی تنظیماتش هست میتونید تنظیم بکنید که اون جنس رنگی که میخواد رو تحویل بگیرید عمق رنگ مشکی فوق خفنه به سبب عملت بودنش زاویه های مختلفی که نگاه بکنید به این نمایش کرد هیچ تأثیری توی عملکرد نمایشش نداره سرعت 120 هرتزیش واقعا حس میشه و خیلی جذابه و در مجموع میتونم بگم که این نمایشگر فوق العاده است لب به لب بودن نمایشگر و این یه مقدار خمیده بودنش باعث میشه که پنل جلویی واقعا نگاه کردن بهش لذت بخش باشه اگر بخوام با رقیب خودش یعنی S21 مقایسه بکنم از نظر رزولیشن, رزولوشن 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 Resolution از نظر رزولوشن میتونه یعنی قطعا از اون S21 بهتره از تو عدد و رقم بهتره از نظر اندازه 6 و 6 و 8 اینچی تقریبا 6 7 اینچ از S21 رقیب خودش بهتره پس اگر دنبال گوشی های بزرگ هستید و میخواید 20 میلیون تومن هزینه بکنید این گوشی به نسبت S21 میتونه انتخاب بهتری باشه از نظر کیفیت هم فوقلاده خفنه شاید خیلی نشه تشخیصش داد این اختلافی که بین اس 21 و می 11 هست رو ولی واقعا لذت بخشه بخش بعدی بخش باتریه جایی که باتری با ظرفیت 4600 میلی آمپر ساعت میبینیم جایی که شیامی شاید یه مقدار فیتیله رو شل کرده که اون عدد و رقمایی که رو قیمت قراره بشینه با همدیگه همخونی داشته باشه این گوشی اگر یه باتری مثبت 5000 میلی آمپر ساعتی داشت میشه گفتش که دیگه واقعا نقص جدی نمیشد بهش گرفت اما باتری 4600 میلیون آمپر ساعتی یه عملکرد معمولی از خودش به جا میذاره اگر استفاده های معمولی داشته باشید استفاده های زیاد داشته باشید یه روز کامل رو میتونه بهتون شارژ دهی بده ولی خیلی نمیتونید روی شارژ دهیش حساب بکنید 120 هرتز نمایشگر 1440 و از اون طرف اسنپ دراگون 888 5G داره همه ای اینا به شدت مصرف کننده باتری هستن همین باعث میشه که توی بخش شارژ دهی خیلی عمل کرده درخشانی توش نبینیم ولی به نسبت رقیب شنی S21 یه مقدار بهتره از نظر شارژ شدن S21 اینجوری میگیره میذاره تو جیبش چرا یه آداپتور 55 واتی توی باکسش هستش که تقریبا فول شارژ شدنش 0 تا 100 حدود 50 دقیقه 55 دقیقه اگر روشن باشه گوشی طول میکشه اگه گوشی رو خاموش کنید 40 45 دقیقه 0 تا 100 گوشی شارژ میشه این اعجاب انگیزه شارج شارژ 50 واتی هم پشتیبانی میکنه که وایرلس هم یک ساعته شارژ میشه اینم ایجاب انگیزه و میشه گفتش که تو بخش شارژ شدن تمام نقصاش تو بخش شارژدهی و جبران میکنه و یه نمره قابل قبول تو پکیج باتری هم میگیره اینم از بخش باتری که این گوشی به نسبت S21 رقیب سامسونگی خودش عمل کرده بهتری داره بریم سراغ بخش بعدی بخش امنیت جایی که حسگر از سرانگشت زیر نماشگر سیستم تشخیص چهره دو بودی با سرعتی مثل برق هر دو عمل میکنن و فوق العاده عمل کرده پایدار و خوبی دارن من میتونم بگم که یکی از بهترین گوشی که توی هر دو تا بخش من باشون کار کردم اصلا لگو باگ و گیری ندارم و خیلی رضایت بخش مگر اینکه دستتون چرب یا خیس باشه یا اینکه یه گلسی به چسبونید که روی عملکرد تسکر از سر انگشت زیر نمایشگرش تاثیر منفی بذاره بخش بعدی بخش دوربینه جایی که یه کلکل کل بین رقبا وجود داره یه کلکل کل توی عدد و رقم سنسور لنز اصلی 108 مگاپیکسله 108 مگاپیکسلی که عملکرد تصویربرداریش باز هم مثل خیلی از نمونه های مشابه با اون عدد خیلی نمیخونه چرا؟ کلا اگر بخوام بگم تصاویری که با میازده گرفته میشه واقعا خوبه یعنی در قد و قواره پرچمدار هست و شما رو کاملا راضی میکنه اما چند تا ایراد داره که الان میخوام بهشون بپردازم اولین ایرادش ایراد توی وایت بالانس بعضی موقع ها رنگ ها اون جوری که توی واقعیت هستن به نمایش داده نمیشه به نمایش گذاشته نمیشن توی عکس ها و شاید اگر که مثلا تصویرایی میخواید بگیرید که خیلی حساسید که رنگ و نور توش دقیق ثبت بشه توی این گوشی بعضا پیش میاد که این اتفاق نیفته ایراد دوم شارپنسه توی یه سری از جاهایی که نور نور غیر طبیعیه مثل استدیو من که یه منبع نوری دارم عکس‌ها سافت میشه یعنی شاردنسش رو از دست میده انگار که مثلا روتوش شده مالیده میشه رو هم دیگه بعضی مواقع توی نورایی که مصنوعیه توی نور طبیعی واقعا شارپنس خیلی خوبه داینامیک رنج خیلی خوبه ولی این دوتا نقص نقصیه که من باش مواجه شدم توی اپلیکیشن دوربینش که یه ذره اذیت هم کرد یه سنسور 13 مگاپیکسلی اولترا واید هم این گوشی داره که عملکردش خوبه ولی اون سافت شدنه و اون کم شدن شارپنس که بهتون گفتم توی اولترا واید بیشتر خودشو نشون میده اما وایت بالانسش برعکس سنسور لنز اصلی خیلی ایراد نداره و میتونم بگم که عکسای اولترا واید خوبی هم میشه باهاش ثبت کرد اگر شرایط نوری واقعا مناسب باشه میتونید عکسای اولترا واید خوبی هم ثبت بکنید یه سنسور 5 مگاپیکسلی ماکرو هم داره که عملکرد اون هم خوبه یعنی منو یاد سنسور ماکروی انداخت که توی بررسی ردمی نوت 10 پرو با هم دیگه دیدیم اینجا لینکشو براتون میذارم یه گوشی تو بازه قیمتی 7 میلیون تومانیه که عکسای ماکروی هم که با این گوشی ثبت میشه خیلی عکسای خوبیه و واقعا لذت بخشه و اینکه انقدر میشه به سوژه نزدیک شد و توی اون حالت اتوفوکوس داشت و فوکوس کرد واقعا حس باحالیه که توی سنسور ماکروی این گوشی میتونید بهش بر بخورید جمله هم یه ذره داره به هم میریزه توی بخش عکاسی اگر بخوام این گوشی رو با S21 مقایسه بکنم یه داستانی داره S21 یه سنسور تلفوتو داره 64 مگاپیکسله که باعث میشه اکسای تلفوتو جزایی بگیرید توی نرم افزار این گوشی هم تلفوتو میتونید تا زوم دو برابر سه برابر و ده برابر برید ولی همشون دیگه زوم دیجیتالن دیگه اون حسی که باید آدم با یه سنسور و اپتیکال بتونه زوم کنه رو تو این گوشی ندارید پس به غیر از بخش تلفوتو این گوشی به نظر من توی بقیه بخشای دوربین از S21 عمل کرده بهتری داره توی بخش فیلمبرداری این گوشی قابلیت فیلمبرداری 8K 30 فریم و 24 فریم بر ثانیه رو داره که به نسبت S21 که فقط 8K 24 فریم میتونه بگیره بهتره عملکرد فیلمبرداریش هم توی حالت 8K واقعا خوبه دیتیل خیلی خوب نشون میده ولی استابلایزر خیلی روش نمیشه حساب کرد توی 8K توی 4K باز هم عملکرد استابلایزر یه مقدار ضعیفه ولی دیتیل و جزئیات خیلی خوب ثبت میشه توی 1080 این گوشی قابلیت فیلمبرداری 30 60 120 و 240 فریم بر ثانیه داره که باز به نسبت S21 که تا 60 فریم بر ثانیه میتونه بگیره یه اختلاف خیلی زیاده در مجموع میتونم بگم که دوربین این گوشی در مقابل S21 عملکرد بهتری داره و قابلیت‌های بهتری رو در اختیار شما میذاره اما توی مثلا کیفیت تصاویری که ثبت میشه چه عکاسی چه فیلمبرداری خیلی نمیتونید اختلاف بینشون ببینید درسته که تو عدد و رقم اختلاف هست ولی جفت این گوشی یا ها گوشی های پرچم دارن و عملکردشون واقعا خوبه اما اگر قابلیت‌های بیشتر میخواین امکانات بیشتر میخواین میازده به S21 میچربه بریم سراغ بخش بعد بخش دوربین سلفی جایی که یه سنسور 20 مگاپیکسلی میبینیم در مقابل سنسور 10 مگاپیکسلی S21 جفت سنسور های سلفی هم اونجوری که باید نیستن ولی باز این گوشی عملکرد سلفیش از S21 بهتره یه نکته ای که داره اینه که توی شرایط نوری نوری استدیوی من باز با همین منبع نوری که من اینجا دارم باز هم میبینیم که وقتی عکس رو روش زوم میکنیم شارپنس و دیتیلش رو از دست میده اگر که بخواید سلفی های خیلی خوب ثبت بکنید دستتون به هیچ وجه نباید بلرزه و این نکته یه که توی این گوشی هست داینامیک رنجش هم یه مقدار خیلی کمی توی سنسور سلفی ایراد داره که شاید مثلا توی عکاسی توی محیط های باز یه ذره اذیتتون بکنه اما باز یه مقدار خیلی کمی از S21 دوربین سلفیش بهتره داینامیک رنج S21 اگر یادتون باشه خیلی بد بود جاهای تاریک واقعا سیاه میشد و ولی این گوشی از اون یه مقدار عملکردش بهتره اما همچنان توقع عکسای سلفی خارق‌العاده با این گوشی نداشته باشید بریم سراغ بخش بعد بخش پردازنده جایی که اسنپ دراگون 888 5G رو میبینیم به همراه توی نسخه های 256 گیگابایت 12 گیگرم توی نسخه های زیر 256 گیگابایت 8 گیگرم و حافظه UFS 3.1 1 که همه این پکیج باعث میشه که از کار کردن با این گوشی توی بخش های سخت افزاری مثل بازی کردن سنگین مثل مولتی تسکینگ و چیزهای دیگه واقعا لذت ببرید یه ایرادی داره اونم اینه که یه مقدار داغ میشه یه مقدار بعضی موقع بیش از حد داغ میشه که کلا شاید با دیتا نرم افزاری درست بشه ولی این اسنپ دراگونای 888 نمیدونم چرا اینجوری میکنن داستان تنها ایرادش همینه دیگه اون داغ شدن است تا حد خیلی زیادیش طبیعیه ولی از یه جایی به بعد دیگه پیش میاد که یه جوری داغ میشه که اذیت کنند است و این داغ شدنه خوشبختانه فقط تو محیط بازیه یعنی تو اپلیکیشن دوربین که خیلی چرخ میزنید اون میزان داغ شدن که آزاردهنده دهنده باشه رو باش مواجه نمیشید توی بخش سخت افزارم اگر که این گوشی رو در کنار نسخه 5G اسنپ دراگون S21 بذاریم تقریبا شبیه هم, هم به جز نسخه 256 گیگابایتش که رم 12 داره ولی اگه اگزینوس 2100 بیاد شاید این گوشی باز به اون S21 که توی تو بخش رابط کاربری اندروید 11 و میوای 12.5 روی این گوشی هست یه خیلی قابلیت های شخصی سازی بسیار زیاد که محیط کار کردن رو خیلی ساده و روون میکنه همچنان ایراداتی توی این میگیوهای هستش که من نمیتونم خودم رو باید سازگار بکنم ولی یه خیلی قابلیت و ویژگی و طرفدار داره که اینجا یه ویدیو گذاشتم براش قبلا میتونید برید ببینید قابلیت های 12.5 رو باش آشنا بشید و ترکیب سخت افزار نرم افزارم امتیاز خیلی خوب میگیره بخش بعدی بخش اسپیکره جایی که بریم واسه پخش موزیک همیشگی این نصف صدا صدا از هر دوتا اسپیکر میاد بریم واسه تهش خب توی بخش اسپیکر بلندی صدا خیلی خوب نیست یعنی انگار یه خفگی توش هست ولی از نظر کیفیت و تفکیک واقعا عالیه بلندی صدایی که میگم احساس میکنم که شیامی تفکیک رو به بلندی ترجیح داده من جدول و به نیمکت ترجیح دادم و به خاطر همینه این بلندی هم قابل قبوله ولی آدم توقع بلندی و صدای بیشتری توی اسپیکرهای استریو داره اینم از این بریم سراغ جنبندی جایی که می 11 الان که نهم شهریور 1400 دارم این ویدیو رو رکورد میکنم تو بازار حدود 20 میلیون تومن قیمتشه رقیب جدیش هم S21 5G سامسونگه که اونم حدود 20 میلیون تومن قیمتشه که تو بخش های مختلف هم دیگه مقایسهشون کردم تو بخش طراحی صفحه نمایش دوربین سخت افزار و اسپیکر واقعا این گوشی عملکرد فوق العاده خوبی داره توی دو تا بخش میتونم بگم که شاید یه مقدار اذیتتون بکنه یکی بخش باتری موقع شارژ دهی نه موقع شارژ شدن یکی بخش آپدیت های نرم افزاری که متاسفانه به خاطر این رامای مختلف گوشی های شیامی و سابقه ای که تو این یکی دو سال اخیر ما از شیامی میشناسیم شاید مثلا آپدیت های نرم افزاری یه ذره سخت براش بیاد به نسبت گوشی های سامسونگ کلا اندرویدی ها اینجوری هن. پس اگر قصد خرید گوشی پرچم داره اندرویدی دارین نیازده دار رو هم بندازید توی لیست بررسی هاتون ببینید که کی به کیه و چی کی به چیه در مجموع اگر بخوام بگم ارزش خریدش به نسبت S21 یه مقدار بهتره چرا چون S21 در کنار S21 اولترا معرفی شد و ما دیدیم که خیلی از قابلیت هایی که توی S21 اولترا بود هی کمتر و کمتر شد تا رسید به اس 21 پلاس و اس 21 ولی این گوشی همزمان با می 11 اولترا که نسخه برادر بزرگترشه معرفی نشد به خاطر همین خودش حرف برای گفتن داره و چیزی ازش زده نشده انگار اینم از این امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین توی کامنت از یک تا ده به این گوشی امتیاز بدید و بگید که شما ترجیحتون می 11 شیامیه یا اس 21 سامسونگ ممنون از مجموعه ویستا همراه که این گوشی رو برای بررسی در اختیار من قرار داد اگر قصد خرید گوشی دارید حتما به پیج اینستاگرام ویستا همراه سری بزنید قیمتاشون رو ببینید از محتواشون استفاده بکنید باشون ارتباط بگیرید و خرید بکنید فروشگاه معتبری هستن دم همتون گرم که تا این آخر با من اومدین لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث دلگرمیه من هر چی دارم از حمایت تک تک شماست اینو بارهای بار گفتم شاید فکر بکنید که هر چی داری که نه ولی من هر چی دارم از حمایت تک تک شماست یه دونه لایکتون یه دونه کامنتتون یه دونه سابیت, سابتون یه دونه اون زنگوله فعال کردنتون همه اینا انرژی انگیزه است و هر چیزی که به دست میاد از همون انرژی و انگیزه ایه که من از شما میگیرم خیلی مخلصم انقدر ماسک زدیم موامون هم نرفتیم یک ماه نرفتیم سلمونی میپرسیم ماسک چرا به سلمونی داره؟ من بهت میگم چرا آدم ماسک میزنم به خاطر کرونا؟ روزی ۷۰۰۰ نفر آمار اعلامی می‌می‌رن تو این وضعیت درست نمی‌سرمونه بسخانی می‌کنه بابت زاهده نه چند نفر.